בעזרת השם נעשה ונצליח, תורה ציוולן ומשה, מורשה, קהילת יעקב. שיעור אמרוז דר רבטה בה קריית ים סוף, יעני שקפת שודן דריהי סורחה, והאכתסס דרה ברוי אילוי נשמה אימנואל בן יוסף, יוסף בן אברהם, יצחק בן אבנר וכלל נפטר ישראל. همطور که میدونید در روز هفتم موعد پسخ یاد بوده شکافته شدن دریای سرخ و عبور بنی اسرائیل از میان دریا و غرق شدن مصری هاست. سوالی که مطرح میشه اینه که بنی اسرائیل با شکافته شدن دریا به کدوم سمت رفتن؟ اگر بگیم که از دریای سرخ رد شدن، این به این معناست که به اون سمت دریای سرخ یعنی به عربستان رفتن و ما میدونیم که این اتفاق نیفتاده. پس چجوری توضیح داده میشه این مسئله؟ معمولا دو توضیح برای توضیح این مسئله وجود داره. یکی این که شکافته شدن دریا به صورت هلالی بوده، یعنی بنی اسرائیل از دریا رد نشدن که به اون سمت برن، به شبه جزیره عربستان، بلکه در خود دریا به صورت هلالی دریا شکافته شد و دوباره به همون سمتی که بودن برگشتن، البته با کمی فاصله. طبق توضیح دیگه، اگر که ما به نقشه نگاه بکنیم، در شمال دریای سرخ دو نوار دریایی میبینیم که کشیده میشه و در بین این دو نوار شبه جزیره سینای یا سینا قرار داره. طبق این توضیح بنی اسرائیل از نوار غربی رد شدند، یعنی دریا در نوار غربی شکافته شد، از اون رد شدن و به سینا یعنی شبه جزیره سینا رسیدن. این دو توضیحیه که معمولا برای این مسئله داده میشه. خخامیم توضیح میدن که بنی اسرائیل در شب هفتم به دریای سرخ رسیدن و مسیحا اونها رو تعقیب کردن و مسیحا هم به اونجا رسیدن و پاسوق در پارشای بشلخ می فرماید که ملاخ یا فرشته خداوند که در مقابل اردوگاه اسرائیل می رفت به عقب اردوگاه اسرائیل رفت و در نتیجه اون ستون ابری که در جلوی اردوگاه اسرائیل حرکت می کرد به عقب اونها رفت. ستون ابر باعث شد که فاصله بیفته بین اردوگاه اسرائیل با اردوگاه مصر و مصری ها هر چقدر که تیرکمون و سنگ های فلاخون و وسایل جنگی پرتاب میکردن به سمت اردوگاه اسرائیل، این ستون ابر مانند سفری اونها را میگرفته و اجازه نمیداده که اینها این سنگ های فلاخون و تیرها عبور بکنن. از طرف دیگه ستون آتش به سمت اردوگاه اسرائیل بوده و در نتیجه در کل شب اردوگاه اسرائیل روشن بوده برخلاف اردوگاه مصر. البته زمانی که اسرائیل ها به دریای سرخ رسیدن و از پشت سر هم مصری ها به دنبال اونها بودند و اونها رو محاصره کرده بودند، خخامی می فرمایند که اسرائیل ها چهار گروه شدند. خب در شرایط خیلی سختی قرار داشتند و نه راه پس داشتن نه راه پیش، نمیتونستن کاری بکنن و چهار گروه در بین جامعه اسرائیل پیدا شدن. یک گروه کاملا ناامید شدن و گفتن که فایده نداره، ما خودمون را بندازیم به دریا و از بین ببریم، بهتر از اینه که توسط مصری ها کشته بشیم. یک گروه دیگه گفتن که بهترین راه اینه که ما تسلیم بشیم و به مصر برگردیم و دوباره عبد یا غلام مصری ها بشیم. گروه سوم گفتن که ما وایسیم و در مقابل مصری ها بجنگیم. حالا درسته که اونها از نظر ساز و برگ و از نظر نظامی از ما قوی ترن، ولی وایسیم و تلاش خودمون رو بکنیم. گروه چهارم گفتن که ما با جنگ حریف اینا نمیشیم، چند میلیون آدمیم، شروع کنیم نعره کشیدن، فریاد کشیدن به سمت مصری ها و بلکه اینها از صدای ما بترسن و فرار بکنن. موشه ربنو از طرف هشم به اسرائیل ها گفت در مورد گروه اول که گفتن که خودشون را در دریا بیاندازن
משה רבנו פרמוד אל תיראו התייצבו ורו את ישועת אדוני אשר יעשה לכם היום. יעני נתרסית בייסטית ונג'את חודוונד רא כאמרוז ברוי שמה אנג'ם מידה בבינית. برای گروه دوم که گفتن که به مصر برگردیم، موشه رابنو فرمود که اشر ریتمت میسرهیم هیام لو توصیفو لیروتم اود ادولم، یعنی اینی که مصری ها را امروز دیدید دیگه اونها را تا ابد نخواهید دید، یعنی این فکر به مصر برگشتن را از سرتون بیرون کنید، دیگه مصری ها را شما نخواهید دید. برای گروهی که گفتن که بجنگیم با مصری ها، موشه رابنو فرمود ادونای ایلاخم لخم، خداست که میلخاما میکنه برای شما، خداست که برای شما میجنگه. و برای گروهی که گفتن ما جلوی مسیحا فریاد بزنیم، فرمود موشه رابنو و اتم تخریشون، شما سکوت بکنید، شما نگران نباشید، نه فریاد بزنید، نه بجنگید، نه ناامید بشید، نه به مصر برگردید و هشم شما را نجات میده. در زندگی هر آدمی شرایطی هستش که شبیه به قریت ینسوف شکافته شدن دریای سرخه، زمانی که آدم حس میکنه که نه راه جلو رفتن داره و نه راه عقب برگشتن. بعضی آدم ها هستن که در چنین حالتی کاملا ناامید میشن، مثل افرادی که گفتن خودمون رو به دریا پرت کنیم و از بین ببریم. بعضی ها هستن که میخوان راهی را که رفتن برگردن، پشیمون میشن از اون کاری که انجام دادن، مثل کسایی که گفتن به مصر برگردیم. بعضی ها هستن که میگن با این وجود، با وجود اینکه راهی نداریم واکسین بجنگیم، و بعضی ها هستن که فقط فریاد میکشن. اما در چنین حالتی مهمترین مسئله اینه که آدم بیتاخون و توکل خودش را به هشم از دست نده و بدونه که اگر همه راه ها جلوی اون بسته شده و سد شده، در مقابل هشم راه ها بسته نیست و قریت ینسوف خداوند میتونه دریای هولناکی که جلوشه بشکافه و اون را به راحتی و بدون هیچ مشکلی از اون مشکلات و ناراحتی ها به سلامت رد بکنه. این مشکلات در هر برهه‌ای از زمان و در هر موقعیتی میتونه یه چیزی باشه. یه موقع هستش که ممکنه ازدواج باشه، یه موقع هستش که پرناسا و روسیه، یه موقع هستش که خدایی نکرده بیماریه و به مخاطر افتادن سلامتی آدمه، یه موقع دیگه هستش که خطرات دیگه است. در هر زمانی مشکلاتی هستش که آدم را محاصره میکنه و این خیلی مهمه که آدم توکلش را به هشم از دست نده. دبر ال بنی اسرائیل و ایساو، هشم به موشه رابنو میفرماید که صحبت کن با بنی اسرائیل و حرکت بکنند. انسان موظفه در شرایط سخت، در هر شرایطی که هستش، ویساو حرکت بکنه در راه خدا، حتی در زمانی که مشکلات راهش را سد کرده نباید ناامید بشه و بر طبق دستورات هشم و گفته هشم حرکت بکنه و ایمان و توکلش به هشم باشه. خخامیم در پیرغاور در فصل 5 میفرمایند که اسرا نیسیم نحسو لبوتنو به مصرعیم و اسرا الهیام، 10 تا معجزه برای اجداد ما در مصر شد و 10 تا معجزه در کنار دریا. البته در خود پیرغاوت این 10 معجزه را نمیشماره، ولی در مخیلتا و در میدراشیم دیگه این معجزات شمرده میشه و هارنبام و ربن اوودیا میبرتنو را که مفسرین میشنا هستند، این معجزات را، 10 معجزه ای را که در شکافته شدن دریای سرخ اتفاق افتاد شرح میدن. معجزه اول خود شکافته شدن دریا بود. معجزه دوم این بود که دریا که شکافته شد، محلهایی که شکافته شد سقف داشت، یعنی مثل گنبدی بالای سر اسرائیل ها بود و اسرائیل ها از یک تونل رد شدن. معجزه سوم این بود که زمین دریا که باید گل باشه خشک شد و اسرائیل ها در یک راه خشک و هموار حرکت کردند. همونطور که پاسخ می‌فرماید اون اسرائیل حال خوب به یبشا، اسرائیل ها در خشکی رفتن. معجزه چهارم
این بود که زمانی که مصری ها که به دنبال اسرائیل ها بودن، اسرائیل ها رو تعقیب میکردند، وارد دریا شدند، دوباره این زمین دریا حالت گل و حالت ناهموار پیدا کرد و مصری ها به شکلی که مصری ها به سختی در اون حرکت میکردند و حتی این گل داغ شد و سم اسب ها در داخل اون گیر کرد و کنده شد و چرخ عرابه ها کنده شد و مصری ها بیخودوت، یعنی به سختی بر روی زمین کشیده می شد عرابه هاشون و کوبیده می شدند. معجزه پنجم این بود که آب دریا یخ بست و همونطور که پاسخ می فرماید قاف او تهموت به لویام، یعنی یخ زدند لجه ها اعماق دریا در قلب دریا و این یخ زدن یک تکه نبود بلکه از تکه های کوچک تشکیل شده بود، مثل آجرها و یا سنگ های یک ساختمون که روی هم چیده شدند به این شکل یخ زد. همونطور که پاسخ می فرماید اتا پرارتا به اوزه خایم، تو تکه تکه کردی با قدرت دریا را، یعنی اون یخ زدن دریا به حالت تکه تکه بود. و معجزه ششم این بود که خود این موضوع که دریا یخ زد و مثل صخره سخت شد و مصری ها به اون کوبیده شدند و از بین رفتند. همونطور که پاسخ میگه شیبرتا راشه تنینیم علماییم، یعنی سر نهنگ ها را بر دریا یا بر آب شکستی، که اشاره است به مصری ها که بر این یخ ها میخوردن. معجزه هفتم این بود که دریا به 12 قسمت تقسیم شد، یعنی هر شوتی راه جداگانه داشت و از راه خودش حرکت کرد. همونطور که پاسخ می‌فرماید لگزور لگوزر یم سوف لگزریم، خدایی که تکه کرد دریای سرخ را به گزریم، به تکه ها، یعنی یک تکه فقط یک راه نبود بلکه 12 راه ایجاد شد. معجزه بعدی این بود که آب دریا که یخ زد شبیه به سپیر و شوهم، شبیه به سنگ های گران قیمت پاک و شفاف بود که میتونستن اسرائیل هایی که در یک راهن، اسرائیل هایی که در راه های بغلیشونن ببینن و مطمئن بودن که همه نجات پیدا میکنن. معجزه نهم این بود که آب شرب و آب شیرین، آب قابل نوشیدن، هر زمانی که میخواستن میتونستن از آب دریا بنوشن. و معجزه دهم این بود که بعد از اینکه از اون آب مینوشیدند، اون آبی که باقی میموند یخ میزد و به همون حالت اول برمیگشت. این 10 معجزه بود که برای اسرائیل ها در شکافته شدن دریای سرخ اتفاق افتاد. نکته دیگه این که در پارشای بشلخ در فصل 14 ما 2 تا پاسخ میبینیم که ظاهرن شبیه به همه ولی یه تفاوتهایی داره. پاسخ اول در فصل 14 پاسخ 22 که میفرماید و آمدن بنی اسرائیل در داخل دریا در خشکی و آب بود برای آنها مثل دیوار خما حصاری از سمت راست و از سمت چپشان. پاسخ 29 هم تقریبا شبیه به اینه، یه فرقایی داره. یکی از فرقاش اینه که همه ایم لاهم خما آب بود برای آنها به عنوان دیوار یا حصار، در پاسخ اول با واو نوشته شده، یعنی نوشته شده خط واو مم ه، و در پاسخ دوم بدون واو نوشته شده. خب این طبیعیه، در خیلی جاهای تورا بعضی کلمات با واوه، بعضی کلمات بدون واوه، با یوده یا بدون یوده، مثلا در شمع اسرائیل لتوتافود یه جا با واوه یه جا بدون واو نوشته شده، خاسر نوشته شده، و همه اینها دلیل داره. از طرف دیگه در پاسخ اول میگه که بنی اسرائیل آمدن در داخل دریا در خشکی، اما در پاسخ دوم میفرماید که در خشکی در داخل دریا. خخامیم توضیح میدن، میفرماین که خما که حساره وقتی بدون واو نوشته بشه خما یا خشم و عصبانیت هم خونده میشه.
اسرائیل ها دو دسته شدن. یک سری بودن که به امر هشم به آب زدن، یعنی وقتی هشم فرمود که ویساو حرکت کنند، نخشون بن امیناداو و طبق یک میدراش شبت بنیامین وارد دریا شدند و در مورد اینها پاسخ میگه که بنی اسرائیل آمدند در داخل دریا در خشکی، یعنی صبر نکردن که خشکی بشه، بلکه وقتی که هنوز دریا سر جاش بود وارد دریا شدند. و در مورد اینها گفته شده آب برای اونها خما بود، حصار بود و با واو نوشته شده، محافظ بود. اما گروه دوم صبر کردن، گفتن که بذار ببینیم آب شکافته میشه، دریا شکافته میشه یا نه. در مورد اینها پاسخ میفرماید حال خوب با یباشا به تو خیام، در خشکی در داخل دریا رفتن، یعنی اول صبر کردن که خشکی بشه و بعد وارد دریا شدن. و در مورد اینها پاسخ میفرماید و همیم لاهم خما بدون واو، آب برای اونها مثل خما خشم بود، یعنی خداوند از کار اونها رضایت نداشت. همیشه ما باید جزو گروهی باشیم که صبر نکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته و آیا به نفعمون خواهد بود یا نه، و آیا اون قولی که هشم داده همون موقع اتفاق میفته یا نه، بلکه ما باید دستور هشم را اجرا بکنیم، به آب بزنیم و مطمئن باشیم که این خیر و صلاح خواهد بود برای ما. من کنیه هیراسانم.